آفریدگارا ای نهایت رحمت و مهربانی به واسطه همه نامهایت از تو یاری میخوام با عرض سلام و ادب، خدمت همه کسانی که میدانند آفریدگاری دارند که آنها را خلق کرده و به آنان روزی میدهد ایشان بر این باورند که بیهوده آفریده نشده اند پس آنها خالق خیش را از جان عزیزشان هم بیشتر دوست دارند حال با این وجود آیا برای شناختن آفریدگارمان به اندازه کافی تلاش کرده ایم؟ و آیا به راستی او را می شناسیم؟ یا این شناخت تنها به صورت موروسی از خانواده به ما رسیده است؟ میدانم که متاسفانه بسیاری از ما این چنین هستیم و در این خصوص بسیار کوتاهی کرده ایم. شاید با خود بگویید حال بعد از این چه باید کرد؟ میخواهم مختصری از تجربه زندگیم را با شما در میان بگذارم و امیدوارم جواب قلب های پاکی باشد که به دنبال حقیقت هستند و به معنای واقعی آفریدگار خیش را بیشتر از هر کسی دوست میدارند من عبدالله تیار هستم که مانند بسیاری از مردم به خالقی باور داشتم که در جامعه ما ارزش و جایگاه والایی نداشت به طوری که بندگان او را بیشتر احترام میگذاشتیم اگر به نام او قسم یاد می کردیم کسی قبول نمی کرد اما اگر این قسم به نام عزیزانمان و یا اولیای دیگری بود میپذیرفتیم ما حتی نمیدانستیم که قسم خوردن به نام غیر او جایز نیست همیشه با خودم می گفتم چگونه ممکن است جایگاه خالقی که تمام هستی را آفریده و به ما زندگی بخشیده است این چنین باشد برای همین مدت هفت سال بدون اینکه عقیده ام را اظهار کنم باورهای جامعه ایراک اسلام را به این صورت به ما معرفی کرده بود ترک کردم و پشیمان از گذشته و باورهای بیدلیلم شروع به تحقیق و تفکر در مورد خالقم نمودم در این مدت سه سوال بیشتر از همه ذهنم را مشغول کرده بود اینکه آفریننده من کیست؟ من برای چه منظوری آفریده شدم؟ و در نهایت به کجا خواهم رفت؟ در این میان بیشتر به سوال اول فکر می کردم میدانستم که باید او را بهتر بشناسم و باور داشتم که غیر از او کسی نمیتواند به سوالاتم جواب درستی بدهد. دیگر اسمش را که از دوران کودکی یاد گرفته بودم صدا نمی زدم. زمانی که به او فکر می کردم می گفتم ای آفریننده تمام هستی تو که این همه مخلوقات بزرگ و کوچک را با این نظام شگفتنگی زافریده ای پس خود تو چقدر بزرگ و قدرتمند هستی. شبهای بسیاری وقتی که همه در خواب بودند پشت بام خانه میرفتم و ساعتها به آسمان خیره میشدم. به ستاره ها چشم می دوختم و در بیکرانی آسمانها غرق می شدم. در درونم فریاد میزدم آفریدگارا میدانم که تو از تمام عالم بزرگتر هستی، میدانم که همه بندگانت در مقابل شکوه و عظمت تو چقدر حقیر و ناتوان هستند مگر می شود آفریننده این همه بزرگی از تمام مخلوقاتش بزرگتر نباشد مگر می شود موجودات ضعیف و ناتوان را با ذات قادر و توانای تو مقایسه کرد خالقا میدانم آنچه را که میگویم میشنوی و دعاهایم را تنها و تنها تو اجابت می کنی من یقین دارم که مرا بیهوده نیافریده و به حال خودم رها نکرده ای می بشناسمت و حرفهایت را بشنوم بسیار شنیدم که با بندگانت سخن گفته ای اما نمیدانم کدام این کتاب که به نام کلام تو معرفی شده درست است می خواهم خواسته های تو را بفهمم تا بدانم که باید چگونه بنده ای برای تو باشم یقین دارم یقین دارم که روزی تو را خواهم دید و هرگز نمی خواهم آن روز بر من خشم گرفته باشی ای آفریدگار من آرزو دارم بیشتر بشناسمت چرا که تو را بیشتر از جانم و تمام هستیم دوست میدارم. سالها بر این منوال گذشت و در این مدت دریافتم که برای شناخت خالقم به دلیل دیگری هم نیاز دارم به همین خاطر کتاب متعددی را مطالعه کردم ولی هیچ کدام نتوانستند جواب سوالاتم را بدهند تورات و انجیل را که به سادگی و شیوایی خاصی ترجمه شده بودند خواندم و متاسفانه مطالب اهانت آمیز و حقیری در آنها دیدم که برازنده آفریدگار من نبود پس جواب سوالات من کجاست روزی با خودم گفتم تو در این خصوص کتاب بسیاری مطالعه کردی اما از کتابی که همیشه در دست رسد بوده غافل شدی سالها بدون فهمیدنش گفتی به آن ایمان دارم به راستی به چه چیز قرآن ایمان داشتی؟ به صوت و آوازی که تنها مرگ عزیزی را خبر میداد؟ آیا اصلا میدانستی که چه میگوید؟ پس فرق تو با مرد ای که بر سر مزارش قرآن می خاند چیست؟ حالا هم هفت ساله که بدون کوچکترین آگاهی از مفهوم آن انکارش می کنی. این کاملا ناجوان مردانه و بی است. تصمیم گرفتم ترجمه قرآن را هم بخوانم و این بار به مانند تورات و انجیل آگاهانه در موردش قضاوت کنم روزی سرزده و بیخبر برای دیدن خانواده از تهران به زادگاهم هم اردبیل سفر کرده بودم وقتی که رسیدم کسی در خانه نبود منتظر آمدن مادرم نشسته بودم و خاطرات دوران کودکیم را مرور می کردم چشمم به قرآنی افتاد که روی تاخچه قدیمی خانه من بود دقیقه ها خیر نگاهش می کردم و به بی انصافی و قصوری که سالها در حقش کرده بودم فکر می کردم از جایم بلند شده و به طرفش رفتم کمی دست هایم می لرزید آری ترجمه قدیمی از مصباح زاده بود ترجمه قدیمی که هیچگاه به معانیش توجه نکرده بود وقتی قرآن را باز کرده و شروع به خواندنش کردم قلبم داشت از سینه خارج میشد. آن خالقی که سالها شب و روز با او حرف زده بودم حالا او داشت با من سخن میگفت. او می گفت: من الله هستم که بین بخشنده و مهربانم. نمیدانم چگونه آن روز را برای شما توصیف کنم؟ بعد از سالها گم شده قلبم را پیدا کرده بودم میخواستم بال درآورده به آسمان ها به سویش پرواز کنم آری این آفریدگارم بود که با من حرف میزد او دعاهایم را پذیرفته و به من اجازه داده بود تا بیشتر بشناسمش بشناسمش و بدانم که تنها ستایش و تعظیم مخصوص اوست چرا که تنها الله آفریننده و روزی دهنده است دریافتم که فقط او مالک و فرمان روای عالم است پادشاهی است که روزی همگان خواسته یا ناخواسته در برابر شکوه و عظمت پادشاهیش فروتنان سر تسلیم فرود خواهند آورد قرآن به من می گفت که تنها باید خالقم را عبادت کنم و تنها از او مدد بخواهم از صدا زدن غیر او رو برگردنده و به آفریدگار مهربانم دل بسپارم حال یقین پیدا کرده بودم که تنها الله یگان معبود بر حق عالم است و جز او هیچ کس لیاقت چنین مقامی را ندارد آری این چنین بود که پس از هفت سال دعا و التماس به درگاهش و سالها تدبر و تفکر در آیات قرآن دوباره مسلمان شدم دوباره مسلمان شدم و با خودم عهد کردم به شکرانه هدایت شدنم هر آنچه را که در این سالها از قرآن آموختم ام. به دیگران نیز بیاموزم از الله مهربانم میخواهم به فضل و رحمت خیش مرا در این راه یاری کرده و آن را خالص برای رضای خود بپذیرد آگاه باشید که تنها راه شناخت الله تعالی تفکر کردن در آفریده هایش و فهمیدن کلام مبارکش قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می باشد بدانید الله تنها اسمی است که قلب ها با یاد او آرام می گیرند